سلام و وقت شما بخیر به خبرهای ساعت 6 هزار آورد با ملال رحمانی و همکارم فریده فانوس خوش آمدید. سرخط خبرها: وحشی خواندن پشتونهای افغانستان توسط عضو جنبش پشتونهای پاکستان. تظاهرات هزاران مسلمان در آلمان برای ثبت دین اسلام در قوانین رسمی دولت. محکوم شدن یک سرباز بریتانیایی به اتهام ارسال دوربین‌های شب‌دید به طالبان. کشف یک محموله سلاح‌های آمریکایی قاچاق شده از افغانستان به پاکستان. افغانستان به سوی خراسانی شدن است. حمله طالبان بالای محل عروسی در بدخشان. ظاهر شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران پس از دو هفته شایعات. مشروع خبرها: یک عضو جنبش پشتونهای پاکستان به پشتونهای افغانستان میگوید خود را به ما آویزان نکنید. ما نه اهل بشکه زرد هستیم، نه پلچک پران و نه هم انتحاری. در 200 سال حکومتتان کوچکترین افتخاری ندارید و بزرگترین دستاوردتان همین است که تمام دنیا را با بیسواد پر کرده اید. جزئیات بیشتر در این ویدیو. افسوس او د هرانګي خبره د شخص نوم لیکل امپراتور او رئیس جمهور د پاکستان نه غواړي نوم زما امپراتور دی او تاسو ما خپل کور ته لیډر د بل ځای نه راولم د بل په ټوپای پسې د بل په لیډر پسې د بل په مشرانو پسې منډي وهل او نوم می امپراتور دی ګوري بنیادی خبره د پاکستانی پښتون او د دوی په منځ کې سره ګوره ما ځای پنجابیانو سره کینم زه وایم ته بھائی هم خان ہے هم پٹھان نہیں ہے ہم اب خان ہے خان ہم پشتون ہے تا افغانان دی منگ پختانے ہو تاس منگ غٹ تو پیر دے سخپل وطن تما تپ لائف کی تو دیو سڑی شخصیت لائف کی نشی برداشت کو ولے سر دی پری کو بوش کدر پس درڑم تا چل کو ماغ چل کو ترازی بیت دی پاگ پختون سرا یو زے کی گیو داغ پس داغ تو چ رازی ولو افغانستان جوڑو چتا خپل 200 وکال کی پدغ افغانستان کی حکومت وکو او تا سر اوس پوری دی شون د 13 د پار د 17 شنشته چتا چا ترا کی دی چ داس ما جوړ کړه یو شی دی is made by Afghanistan sirab da dena ki duniya ke de turur khor ko sirab da dena ki tool europe de pe sawad udak ko sirab da dena ki tool duniya ke tool europe de chaqwano sara de muku sara de khalko de wajalo sara de pasuno patre warano de hamlo na dak ko patwal wakala ki de atya lak pe sawada pe parhanga khalak duniya ta wastawal ya ta sar pakistani pakhtun pasamal garesh tab ma ta sawai تبا ما تخصیرت دغا ببولالی آئی داز ما 15000 کال تاریخ دے ما دا چلکڑے زما سہر بستا بابا احمد شاہی ما خان با میرویس خانی او بلو رس بوائی چی منظور پشتین زما آتل دائی داز ما را گوری تسی دی یو قوم دی بربادائی دا دین بلا خط نخسکی دلیشی چی دل تا پا لندن دی یو زوان دی دی پاکستان چی پا ٹک ٹاک باندی افغانانو لوٹل آغا دا دی اولاس مشر دائی زما دا بچی هم را عمر دی دا غسری دی که دی افغانانو کی دا دی احمد شای ملتانی اولاد کی یو دم را امپراتور را پیدا نشو چی زان تا امپراتور کی تاسی ولی دا پا دنیا باندی پا پختنو باندی رشخندن وی دا سمونگ زاد دا سمونگ تشخص دا دنیا کی خلق پا خان پی جندلو زمونگا زنانو تا بای خانم ویلی دی سطنا ستاسو دلاسا زمونگ کلتور تا با برباد شو کنسلی سپکی سپوری اختارونا مڑکا ملال کا بوشکا دا کتا پورتا ماجر دا تا مونگا اوز دلت سمونگ لبونگا با سب کول غاڑی مونگ دا کول غاڑی او دا زخپلا دولو خلقو توایم چی دنیا کی دا توفیر پیدا کئی چی افغان کے او پا پختون کی پرخو گو رئی افغان افغان دا پختون پختون دا سب پختون پا دیم چیز ما زب پختون دا تا زانتا جارت پا افغانی زانتا کوری کابلی زانتا کوری ار زبا چی تا زانتا خپل جبا ہی جات دا سمونگا جبا سمونگا جبا دیر ڈاپ کڑی دا زما پا جبا کی تردتی دا رات لون وقتی زما جبا کی کنزل نو داس پا کی نو دا سرانی زمون پختو متبا برباد اکلا زمون کلتور متبا برباد کو زمون کا خاورو تمو بچبازی راوڑا زمون کا خاورو تمو کنزل راوڑا زمون کا خاورو تمو غلاگان راوڑا
راوړلې دا د کلاشنکوف کلچر مو زمو خاورو ته راوړلو اخوا کاری مو راوړله ګورې ته خدای روی ته ګورې افغانانو خپل وطن مو تیکه تیکه کو برباد مو کو خپل خلک مو ولاړ نه نیم لکه افغانان مو وزلی دي نه نیم لکه افغانان مو وزلی دا خیب مونږ مه بربادوي سری پاکستان په حکومت باندې پاکستان په اسټابلیشمنت باندې هم غږ کوم دا پی ٹی ایم باندې یوازې بندیز نه دی د دې خلکو بندیز په پاکستان کې ولګوي دا خلکو ته د دې اوقات او د دې حیثیت ورته وخی چې سیر ورو پرو پر بچا بل وطن ته سلام بل وطن آباد کا مونږه تاجکانو ازبکانو سره د فارسی بانانو سره موږ څه قسم تعلق واړو مونږه په متقابل احترام سفارتي تعلق د عزت او د برادرانه تعلق واړو نه تاجک حق لري چې د پاکستان په اندرونی معاملاتو کې کار وساتي نه پاکستان حق لري چې د دې په شبکه کې د دې په منطقه کې کار وساتي او دا دمدا د ټولې دنیا د نړیوال تعلق مونږ ته ولې پارسی بانا درنه دي مونږ ته څوک ښکنځل نه کوي مونږ ته څوک خور مور نه یادوي مونږ تاسو ته ستاسو لایبونو کوم کمنټ نشو کولی چې سلام وکړو ورکسب الخانه هرا منډی پلانای پلانای خپل مو خپل پردي کړل زمونږ مو د ځان نه مونږ پردي کړو زمونږ وړوکې نه وړوکې پښتون ستاسو د نوم نه نفرت کوي تاسو نه نفرت کوي. با گزارش یکی از رسانه‌های اروپایی، هزاران مهاجر مسلمان در هامبورگ خواستار قوانین شریعت هستند. این رسانه نوشته است که آنها از کشورهای تحت قوانین شریعت فرار کرده و آمده اند، حالا باز هم قوانین شریعت می‌خواهند. جزئیات بیشتر در ویدیو. یک سرباز بریتانیایی قرار است به اتهام ارسال دوربین‌های شب‌دید به طالبان به زندان محکوم شود. محمد چودری، سرباز پیشین بریتانیا، در دادگاهی در این کشور به اتهام جمع‌آوری پول، خرید و ارسال دوربین‌های دید در شب برای استفاده طالبان در میدان جنگ به زندان محکوم می‌شود. آقای چودری 41 ساله در سال‌های 2017 تا 2019 بسته‌های حاوی دوربین‌های دید در شب را به پاکستان فرستاد تا برای جنگجویان طالب در افغانستان قاچاق شوند و به تعداد 12 دوربین حرارتی را برای استفاده در تفنگ‌های تک تیرانداز خریداری کرد. این تجهیزات به ارزش 31,000 پوند بین سال‌های 2017 تا 2019 ارسال شده بود. روزنامه دیلی تلگراف روز دوشنبه گزارش داد که چودری اتهامات خود را پذیرفته است. آنا واید، دادستان مسئول پرونده چودری، در دادگاه گفت چودری می دانست که این پول و دوربین های دید در شب برای اهداف تروریستی، یعنی توسط طالبان برای درگیری با دولت پیشین افغانستان و نیروهای ائتلاف استفاده می شود. واید افزود که چودری در 31 دسامبر 2016 از طریق واتساپ با جنگجویان طالبان در افغانستان تماس گرفت. دادستان پرونده گفت که یک ویدیوی تبلیغاتی آموزش جهادی در تلفن چودری یافت شد که در آن از تلفات نیروهای غربی تمجید شده بود. این ویدیو توسط بخش تبلیغات شبکه حقانی در افغانستان منتشر شده است. او در سال 2020 در حالی که کارمند بخش بهداشت بریتانیا بود و اتهام همکاری با طالبان دستگیر شد. بر اساس گزارش‌ها حکم چودری قرار است امروز سه‌شنبه اعلام شود. یک مقام اطلاعاتی پاکستان در گمرک تورخم میگوید که نیروهای این کشور یک موتور حامل سلاح‌های آمریکایی قاچاق شده از افغانستان زیر سلطه طالبان را کشف و ضبط کرده‌اند. این مقام پاکستانی روز دوشنبه 23 میزان گزارش داده است که این تجهیزات شامل تفنگ‌های تهاجمی M4، تفنگچه، ابزار دید در شب و هزاران گلوله است. بر اساس گزارش این سلاح‌ها در یک موتور لاری حامل سبزی جابجا شده بود. مقام‌های پاکستان ارزش مجموعی سلاح‌های قاچاق شده از افغانستان را 126,354 دلار آمریکایی تخمین زده اند. طبق اطلاعات در پیوند به قاچاق این مقدار تجهیزات نظامی، راننده موتور و همکار وی بازداشت شده است. بر اساس اطلاعات این سلاح‌ها به هدف انتقال به شبه نظامیان مخالف دولت پاکستان از جمله تحریک طالبان قاچاق شده بود.
عبدالعلی فایق بنیانگذار ایالات متحده خراسان یعنی دولت در تبعید نخستین نشست رسمی و مشورتی ایالات متحده خراسان را در یکی از دانشگاه های سوئیس برگزار کرد. جزئیات بیشتر در این ویدیو. تا که از ما نفچه را نبریم روز ما افریکا نمیزام ما میخوایی نمیخوایی ما داخل خراسان این سرزمین من است خراسان مادر من است من میخوایم این را آزاد بکنم میخوایم نمیخوایی این سرزمین من است من اجازه ندارم که از امریکا اجازه بگیرم این حق هم است چرا من از امریکا اجازه بگیرم چرا من از بریتانیا اجازه بگیرم چرا وقتی مثلا چرچل رفتار از کسی اجازه کرد واشنگتن رفت کسی اجازه کرد نبودم ما از هیچ کس اجازه نمیگیریم این حق ماست ما باید از که از قدرت خدا رو شما دیگه مادر را بود داریم ما داخلی هستیم مردم ما در داخل است فقط تلفیق به وجود آورد شما در کنار ما کنار شما رو میبینیم و کجا میبینیم رسی که در بلژیم زندگی میکرد تمام جمیل خواهیم که اونا رو شما از رسانه هاش میدیم که طبیعتشون درد شد و قرار است که به گفته اوزان در جنگرستان فرستاده شد و روان شد و مورد همیش برادرانش و این یک افتخار خیلی بزرگی بود که ما اطلاع کردیم با تمام کوردینات و تمام معلومات که اونا در فرانکفورت آمده بودن و ادعای ایجاد خلافت کرده بودن و بعدش هم در بلژیک در هلند نمیفهم شاید شما خبر داشته باشید یا نه آمدن و خلافت رو بیعت تیم جالبان اعلام کردن این در که هزار عبادالت به شما همه ما شما حس بکنیم تبعیض، تعصب، نابرابری، جلد بعد جنبش توسط روشنایی شد و جنبش از داخل شد ما هم اسمی دیدیم همه در کنار هم بود چه در داخل افغانستان و چه بیرون از افغانستان ما شاهد بودیم که همه در کنار ما ایستاد باور کامل داشته باشیم بالای خود و انشاءالله رحمان ما انطریق از داخل خراسان شدنی هستیم و تصاحب میکنیم و قدرت تصاحب میکنیم و قدرت تمرین قدرت میکنیم و قدرت ما نظام میخواییم شبه سویس باشد احمد شماسو با وجود یک قهرمان جنگ بود و میه مسئله سویس را تواشناسی میکنن هستیشناسی میکنن معرفت شناسی میکنن اپیستمولوژی میکنن و جنایی میکنن و همسنان که از تواشناسی برای من سابقانه یعنی تجربه چگونه از مرد جنگی است نه یک سیاسی را تشریح میکنن دانشگاه فیلمور قرار جایی که فدرالیزم میشه تمیز میشه در آنها به این نقطه اصل خوران کنفرانس گرفته میشه و صحبت میشه ما اینکه خراسان خواه هستیم و این گروه خواه را به خود ما داریم امروز یک بزرگ مرد کنار ما داریم کوهی از علم و دانش یک فریختر یک بزرگ مرد کنار ما هست و بتانیم از حرفای سودمند شموزیم با اونوی بزی که کنار این روز با ایوان یک خاطر ماندگاه در ذهن ما نکرد و حتی از بزرگواران تاریختر اعتراماً خواهشمندم با شنیدن هرچی بهتر برمالا گوشی همهایتان را یا خاموش یا دبیر صدای کنم خیلی تحقیرانی با خیلی آنوالی بفهمید چه نگه صدای زن فتنه هست فتنه رو میفهمید چه نگه زبان عربی شیطانی هست فتنه هم شیطان من نه فتنه لایبت رای وجود نه در یکی زایده روبر نه زایده والا از مور نه این یک مادر زایده اگر مادر به فتنه هست تو مادر فتنه تو هستی چگونه تو مادر به فتنه میگی بیاد داشته باشیم بانوها باید رسال شد باید از همه مادر کنار شما حق ما را از این کل آستانی ما پس بگیریم یعنی چه فتنه؟ فهمونده تانستم و اینجا برای ما مهم است که حق بانواره که من خواهر دارم، مادر دارم اینا بانو خوب همسر شما داشته باشم و شما همسر دارید و ما باید از با اینا استاد شدیم و حقشان را بگیریم نمیتونیم که از با اینا
منابع محلی هزارآورد در بدخشان میگویند که در پی تیراندازی جنگجویان طالبان به یک محل عروسی در بدخشان، یک دختر 15 ساله و یک مرد کهنسال زخمی شده اند. منابع روز دوشنبه 23 میزان تایید کرده اند که این رویداد دو روز پیش در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. جزئیات بیشتر در ویدیو. و خبر اخیر این که پس از دو هفته شایعات، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در رسانه ظاهر شد. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه تصاویری از اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را هنگام سوگواری در مراسم ورود جنازه عباس نیلفروشان، فرمانده کشته شده سپاه در لبنان، پخش کرده است. تلویزیون دولتی ایران در جریان پوشش زنده برنامه استقبال جنازه نیلفروشان در فرودگاه مهرآباد تهران، تصاویری از حضور قاآنی را در این مجلس پخش کرد. پس از غیابت دو هفته‌ای قاآنی، برخی رسانه‌ها از احتمال کشته و یا زخمی شدن وی در نتیجه حمله اسرائیل بر لبنان خبر دادند و برخی دیگر نیز از در حصار بودن وی به دلیل جاسوسی به اسرائیل خبر داده بودند. میدل ایست آی، رسانه نزدیک به دولت قطر، هفته گذشته گزارشی را نشر کرد مبنی بر اینکه قاآنی در بازداشت و بازجویی به سر می‌برد و در جریان بازجویی دچار حمله قلبی شده و به درمانگاه منتقل شده است. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.